در ادامه برنامه با شما هستیم بیننده عزیز. بسته خبری پیشکش شما شد یا تک خبر بگم که حاوی مهمترین و داغ‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان بود که ارتباط به 24 ساعت اخیر میگرفت و امیدوارستم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و یک آگاهی کلی در مورد رویدادها. خب چنانچه قبل از بسته خبری بر شما یادآور شدم، امروز مجله صبح مشکلات هموطنان عزیز را در ریاست پاسپورت به بررسی میگیره و وضعیت البته صورت کلی میخواییم که در این مورد صحبت کنیم. شما میتونید پرسش ها و دیدگاهتان و همچنان مشکلاتتان با ما شریک بسازین. خوشبختانه جناب الحاج سعید عمر صبور رئیس اداره پاسپورت اینجا حضور پیدا کردن، مثل همیشه به وعدهشون وفا کردن و حاضر شدن که در مقابل شما هموطنان عزیزم پاسخگو باشن و به سوالات شما و مشکلات شما حرف و صحبت داشته باشن. پل های ارتباطی 0791-665-4-655 دو شماره تماسه که شما رو مستقیم وصل میکنه. در کنارش لینک فیسبوک من یا پیج مجله صبح در فیسبوک هست، سلاش ون تی وی مارنینگ مگزین لینکش هست. در کنارش به فارسی میتونین مجله صبح بنویسن و در ارتباط به موضوع امروز که پست گذاشته میتونین پایش کامنت بگذارن یا اینکه در پیام خانه رفته و اونجا پرسش ها و دیدگاهتان مطرح بسازن. از همین لحظه تماس گرفتن شروع شده. قبل از اینکه با جناب صبور صحبت ها رو آغاز کنیم یک تماس می داشته باشیم. وحید الله عزیز از کابل پشت خط هستن، ببخشید از فاریاب پشت خط هستن. وحید جان سلام خدمت خودت، صحبت بخیر، بفرما برادرم سوالت. سلام بر شما و بر میمان عزیزتان. یک مشکل را که ما در قسمت پاسپورت سرخوردیم کسش وی است که امی در پاسپورت های فعلی الکترونیکی اسم پدر نوشته نیستن و همچنان بر کسایی که طفل فرزند 6 ماه است یا 8 ماه یا نوزاده است اینا یک پاسپورت جداگانه نگه بگیرن که اینا فرزند به دست اعتبار از این پاسپورت 5 سال است، 1 سال 2 سال بعد پاسپورت چهره از طفل تغییر میکنه، بعد دچار مشکل کلان میشیم. و مشکل سیوم ای است که از فاریاب که ما برای پاسپورت مراجعه میکنیم برای اخذ پاسپورت، تا که ما پاسپورت ما دوباره میاد دو ماه سپری میشه. امید است برای پاسپورت در این باره یکی دیگر اگر میشد مثل سابق همین پاسپورت ها فرزن فامیلی که فرزن میتونستن که 3-4 نفر رو یک پاسپورت بگیرن، پاسپورت های فامیلی. صدای ما داریم؟ بله بله صدای تینا داریم، بفرمایید ادامه بدید. حالا فرزن یک فامیلی 10 نفری دادن پاسپورت بسیار مشکل کلان است. یک نظر بود من کنم اگر رئیس اگر کمک معلومات ممنون نتان زنده باشین. حتما در این مورد صحبتاشون همی داشته باشیم. تماس دیگه داریم پشت خط همکار عزیز تا اینکه تماس دیگه وصل میشه. جناب صبور صبحتان بخیر، ممنون از اینکه حضور پیدا کرده. صبح شما بخیر، صبح هموطنان عزیز ما بخیر. سلام و عرض ادب دارم حضور همه هموطنان عزیز خود و پوزش میخوایم که نسبت یک برنامه خاصی که ما داشتم نتونستم با یونیفرم دوست داشتنیم حضور پیدا کنم و از طرف دیگه با وعده‌ای که با شما کرده بودم و با مردم عزیز شما وعده داده بودین که اینا میان در برنامه به خاطر سوال جواب، ما با وعده خود استاد شدم، ما معذرت میخوایم در این مورد. ممنون زنده باشین، در هر صورت شخصیتتون مهمتر هست. جناب صبور در میخواین در مورد صحبت های وعید عزیز صحبت های داشته باشین یا که نه؟ سوالشان سه جز داشت. بله. همین جز اولش من نتونستم بگیرم. کلا برمیگشت به بحث این که چرا مثل سابق پاسپورت ها فامیلی نیست و بر صورت سه جز داشت. یک جزش ما گرفته نتونستم. از جناب وحید الله جان سپاس و در این زمان معذرت مرا بپذیرید که سوالشان درست گرفته نتونستم. در قسمت اطفال واقعا ما که فعلا برای اطفال پاسپورت میتیم و جداگانه پاسپورت توزیع میکنیم، دقیقا طفلی که نو پیدا میشه تا سن 14 که برای اینا پاسپورت جدا داده و این خاطر میشه که در سطح دنیا دیگه اینمی استاندارد شده که هر انسان باید پاسپورت جداگانه مشخص خود داشته باشه. با این اساس ما عضو خانواده بین المللی هستیم، جامعه بین المللی. ما نمیتونیم که از این خانه خود دور بسازیم، باید در روابط بیرونی ما و روابط سیاسی و خارجی ما باید مطابق نرمای بین المللی باشیم. به این اساس افغانستان هم یکی از همون کشورهایی است که عضو جامعه بین المللی است. فعلا به پاسپورت به شکل قدیم یعنی فامیلی توزیع نمیشه، ناممکن است در سطح دنیا به این شکل تنظیم شده. هیچ کشور پاسپورت فامیلی دیگه نداره و توزیع نمیکنن و دو ماه در بر گفت میگیره از فاریاب تا کابل که پس میان. من خدمت شما عرض کنم که
یکی خود در این اواخر ما با یک مشکل بسیار جدی برخوردیم که تدابیر امنیتی رای ما وصلاتی پاسپورت ما از طریق پست سری بره ولایات روان میکنیم وزارت محترم مخابرات و از طرف او طرف هم اسناد متقاضی را وزارت مخابرات انتقال میده. بعضی ولایات های ما مشکل دارن. بعضن این بحث هم وجود داره که نمیفهمم شما رد میکنن یا تایید میکنن که پاسپورت ها اشتباهی فرستاده میشه از یک ولایت به ولایت دیگر یا همچین بحثه؟ در اواخر رقمش بسیار کم است. سیستم هم شما میفهمین که یک نو در افغانستان به فعالیت آغاز کرده دقیقا. در ابتدا بعضی مشکلات خود داشت ولی حال کارمندای ما هم تکنیکی شده و چیز مردم عزیز ما ماله به می پروسیجر به می فرهنگ آماده شده. بیشتر جناب صبر در مورد چالش ها و بس برنامه دیگه هم صحبت میکنیم. محمد شریف عزیز از کابل پشت خط هستن، بفرمایید سوالتون برادرم. سلام علیکم، خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ آرام آرامید؟ ممنونتون، بفرمایید سوالتون و مشکلتون چیست؟ ما مدت 8 روز میشه که زمین ریاست پاسپورت مراجعه میکنیم، 3 بجه شب رفتیم، 6 بجه شام رفتیم، 9 بجه شب رفتیم، همیشه که ما میریم بیفری ما 20 نفر میباشه. زمانی که 3 بجه شب میشه عسکرا از لاین ما را قید میکنه و روبرو که در راست همین پیاده روی است که در ریاست پاسپورت وصل میشیم، زمین از هر نفر 5000 میگیره و اونا را پیش میکنه، ما بر ما نوبت نمیتر. خب شما میخواین پاسپورت بگیرین درست است؟ بله ها، من خواستم همینه که چی قسمت حالت هست، چی رقم قانون هست که ما 3، 6 و نمیرسه. درست است، ممنون. کسایی که ساعت 3 و 7 بجه روز میایه که تا فکرم که از 6 بجه تا 7.5 بجه مکتوب و درخواستی جمع میشه و بعد از جمع هم نمیشه، بر ما هیچ نوبت نمیرسه، ما 8 روز میشه میریم و میاییم، هیچ بر ما نوبت نمیرسه. خوب است، ممنون، حتما جوابشان رو میداشتیم. در ارتباط تماس دیگه هست همکار عزیز؟ بخوام در این مورد دیدگاهتون رو داشته باشم. بحث کمیشن کاری و فساد که هیچ وقت حل شده نیست. اینا میگن موضوع کمیشن کاری در این مطرح نیست. آن چیزی که وجود داره تقریبا از مدت چند روز است یک بخش مسئله وجود دارن در امو کوچه ریاست پاسپورت که اینی مردم وابسته به ریاست پاسپورت نیستن و غیر مسئولانه. موضوعش افراد مسلح هستن، گفتیم تعداد مسلح هستن. خب. که پسته دارن و بعضی گپا نمیشه کال ما از نام او شخصیتی که اوجه تشریف داره این موضوع را در رسانه بگوییم. بهتر امی است که ما در تفاهم با وزارت امور داخله، جلالت ماب وزیر صاحب امور داخله، معین صاحب اداری وزارت داخله و جمعی از دوستای مسئولین امنیت ما، امنیت و استخبارات بالای ازی کار جریان داره. انشالله ای افراد واقعا هموطن عزیز ما دقیق میگه که یک تعداد کسایی را که میان دقیقا نصف شب میان، مثلا روز پنجشنبه چهارشنبه دیروز ما 2000 نفر پاسپورت هم دادیم و در کوچه یک نفر هم نموند. و در گذشته ما این تصمیم چرا گرفتیم که باید آخرین فرد باید ما که به پشت پاسپورت میان باید کارشان را بفته. در این زمان به می تعداد نفرایی که اینا شکایت کردن که 501000 میگیرن واقعا این دقیق است. بیاین که اعتراف کنیم این کسایی که به این کار دست میزنن چه مدت میشه اینا همچین کار تقریبا انجام میدن؟ یک هفته میشه که متقاضی های ما از این ناحیه شکایت دارن که وازونمو افراد دیاره میگه که قطعا اجازه نیست که اگر شما پیسه نتین، یعنی 1500 که اینا میگن دقیق است. این ما با ارگانهای مربوطه شریک ساختیم، بسیار زود این افراد که در این رابطه کار میکنن و همین شکل زورگیری میکنن از مردم بسیار بدنام کننده است که در مرکز افغانستان باید طوری اگر پس انشالله حل میشه این موضوع. این را برشان اطمینان میتونم که در هفته پیش روی سر از روز شنبه شاید دیگه این مردم به جزای اعمال خود برسن. ممنونتون، زنده باشین. تماس پشت خط هست، بفرمایید. عبیدالله عزیز از کابل هستن. بله، ما احترام تقدیم میکنم برای بیننده های عزیز و تلویزیون یک. پروگرام بسیار خوب، پروگرام را مد نظر گرفتن. جناب پاسپورت بسیار آدم نیک، آدم
دلسوز است، آدم دین پرور است، بسیار هم یک سایمنصب مسلکی است، لیکن این کارمندان که در گرد گوشه از بسیار مردم های نوآور، بسیار مردم های از کاربرآمدگی نه احترام به صفی دارند، نه احترام به جوان دارند، نه احترام به کلان دارند، دریشی از لباس ملی ما، از صلاح وطن ما استفاده میکنه، مردم آزار اذیت میکنه. ما رئیس بسیار خوش هستیم، بسیار بخوبه پیش میرن، بسیار آدم نیک است، لیکن همه کارمنده چند مردمی نیست. این منصب گمه جاست رودبای سعی کو قوارا شدن سعی کو دریشی. خب یکی از برخوردار رو میخواییم برای ما بگینیم چشمیدتان چی است؟ موبای جان دیگه گفتن ندارم. زنده و سلامت باشه، رئیس بزرگ هر جا هست همیشه کامیا سرخوراز باشه، بخیر باشه. لطف دارین، ممنونتان، وقتتان خوش. جناب عمر، البته در این مورد میخواییم که دیگه داشته باشیم. من برادر که صحبت کرد تو بایجان بسیار تشکر میکنم ازشان، مقابل صفت نیستیم. بیاین که یک گپ دیگر هم بگویم که اولولرم امری که خودش خوب آدم باشه و زیردستایش خراب باشه، این هم خودش هم فکر میکنم مدیریتش ضعیف است. اما یک چیزی که قابل تعمق و بحثی است که خدا شاهد است که پرسنل اداره مرکزی پاسپورت، خصوصا بخش امنیتی ما، قطعا طور وظایف انجام میده که هر قدر که به دوستا گفته میشه 2000 نفر، نفر کمی نیست، همه روزه 2000، و او را بر نظم ترتیب بکنی. شخصا من خودم در بین مردم هستم هر روز بلاناقه، و مردم هم می صدای مرا می لحظه می فهمن و مشنون. هر قدر که برشان میگیم که برادر ترتیب نوبت در نظر بگی، قطعا قبول نمیکنن. بالاخره سرباز مجبور میشه که ای برادر باید به ترتیب نوبتش استاد بکنه. یعنی به این مفهوم که فرهنگ گرفتن پاسپورت یک موضوع است، فرهنگ نوبت دیگه موضوع است، که مردم ما، یک تعداد از مردم عزیز ما که بسیار از ولایت های دور دست میان، بگم متاسفانه که نظم مراد هم یک تعداد نمی کنن. در این رابطه که برخورد پرسنل ما حتی نسبت از این که یک ابتکار دیگر هم برای ریاست پاسپورت دمی اواخر ما کردیم، که بیننده های عزیز ما که امیال مرا دارن و هر روز در پاسپورت آمده باشن به خاطر گرفتن پاسپورت خود، ما رضاکارا را از بین خود مردم انتخاب میکنیم که روزانه 25-30 نفر و یک لباس مشخص برش جور کردیم، که شما از بین مردم خودتان نوبتا را و نظم خودتان مراد بکنین تا ای که عسکر ما مداخله کنه. به این اساس چون عسکر ما یا سرباز ما یا ساتر از مامورینی که در داخل اداره کار میکنن، قطعا ما فکر میکنم که همه مامورین مثلا دختر خانما هستن، 10 نفر بایومتریک خانما را میکنه، باید 60 نفر در یک روز بایومتریک کنه. امی خانمایی که در یک بخش کار میکنن روزانه 800 1000 700 7500 تا 1000 روز هم شده که 1000 خانم ما امر دادیم. امی خانما یک گدونه گفته 1000 خانم در یک روز، یعنی 10 نفر 700 نفر، 40 نفر از امو حد اساسی که ما برش محدود است تنظیم کردیم بالا کار میکنن. پس شما میگین برخورد خوب هست و اکثریت دوستای ما، عزیزای ما خودشان هم چیز نمیکنن، همین نظم مراد نمیکنن. اگر ممنون. تنها به صحبت باشه که بگه که برادر از ایرا برو، میگه هیچ نمیرم، از ایرا میرم. پس از زور کار گرفته میشه. ما دقیقا سرباز مالت هم خورده، دقیقا سرباز ما را توهین هم کردن، به یخنشان هم دست انداختن. اینطور نیست که یک مشکل دیگه است که اونم 2000 نفر که پاسپورت میگیره صدای از وار هیچ کس نمیشنوه که برای زیاد چه خدمت شده، ولی یک نفر که خودش باز تشنج خلق میکنه، مجبور هستیم که باز با مو آدمی که تشنج خلق میکنه ما هم از مو حق قانونی خود که صلاحیت داده ما را استفاده کنیم. زنده باشین جناب صبور. تماس پشت خط هست، بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستین؟ سلطان خوب هست؟ ممنون. برادرم اسمت چی هست و از کجا تماس گرفتی؟ من قیس هستم، از قصبه تماس گرفتیم. قصبه، بفرما مشکلت برادرم. مشکل اساسی در ریاست پاسپورتی است که خود رئیس صاحب خادم خوب است، تعهد داره، اما کسایی که در اطراف از یاد زیاد بسیار مشکل دارن، خصوصا همی از کارهایی که در بیرون هستن بسیار یک برخورد خراب کت مردم. و دوم مشکل اساسی در ریاست پاسپورت هم سیستم از یاد است. رئیس که رئیس صاحب تعهد داره، اما
سیستم را جور نکردم. مثلا فردا زمین خود امیر رئیس صاحب از اینجا پاس شد، خود ریاست پاسپورت تا یک روز هم پیش رفتن نمیتون. یا باید یک سیستم داشته باشن، مثلا سیستم الکترونیکی از یا بود افتتاح شد اما تا بال فکر نکنم که فعال شده باشه. این با مردم یک سهولت باید باشه. دیگه مردم هر کدام از این مردمی که پاسپورت میگیره یا یک مشتری از یاستن. به تمام جهان قانون است که مشتری قشن. یعنی میگه کاستمر از کینگ، کسی که مشتری است او پادشاه است. و یا باید که مشتری خود یک برخورد درست است. یکی از برخوردها را میخوایم خودت یادآور شوی. چشم دید خودت چی بوده و کی با همچین برخورده با خودت البته روبرو شده؟ چشم دید خودم این است که یکی از مشکلات از که مثلا کت پیرا کت خانما خود یک عسکر از جارم دیدم که یک خانم بسیار پیر تیله که تو به زمین افتید. ای خسم یک برخورد خراب است. دیگه سیستم از خراب چی است که سه بجه شب اونجا برو باز به تذکره تو امضا میکنه باز میگه فلانا روز بیا. این سیستم کاملا ناکام است. سیستم الکترونیکی خود را باید فعال بسازن که به مردم یک سهولت شود. هر کس وقت نداره که سه بجه شب تو سر صبح پشت دروازه از یاستاد باشه باز در قطار باز از کار جا کرد از یا برخورد خراب کنه. یا باید یک سیستم اساسی جور کنن که پایدار باشه و پیش رفته بوده و مردم سهولت باشه. زنده باشه. تشکر میکنم از قیس عزیز گرچه در این مورد پاسخ داده شد ولی باز هم صحبتش را میداشته باشیم. تورخان پشت خط هست، بفرمایید. الو. خب تماس تورخان عزیز قطع شده. گرچه در این مورد برخورد صحبت کردن، من نمیخوام دوباره تکرار شه صحبت ها، فقط در مورد بحث الکترونیک در مورد قسمت دوم اولشان جواب دادیم. بله قسمت دوم صحبت کردیم و ما تقاضا از ملت عزیز خود میکنم که خودشان باید در مورد نظم بسیار توجه کنند که این یکی از چالش های بسیار عظیم ما است. در قسمت سیستم گپ دوست ما دقیقاً که باید ما بر از اینا یک سیستمی را ایجاد کنیم که سهولت باشه. از عملی شدن بس سیستم الکترونیکی میایم سر از این گپ میایم سر. ما اول خواهم این سیستم ما و شما داره 3 سال شده که ایجاد شده. در ظرف 3 سال با اینمی مشکلاتی که در خود سیستم است ما و همکارای عزیز ما تانستیم 2 میلیون پاسپورت برای مردم افغانستان توزیع کنیم. از طریق همین سیستم؟ از همین سیستم. یعنی عملی شده و اجرا شده؟ عملی شده، 2 میلیون پاسپورت توزیع شده، ریکارد از اداره مرکزی پاسپورت. در قسمت سیستم راستن ما میریم به مو گپی که برادر ما گفت که وقت ضایع نشه. قرار است که ما همون سیستم آنلاین فعال بسازیم و سر از او کار جریان داره. ببینیم که وزارت مخابرات در این رابطه چی میکنه. تا هنوز که به صورت آنلاین میتونن خودشون رجستر کنن هنوز نشده فعال. ما میخواییم یعنی میخواییم که این بحث فعال شده میخواییم این بحث فعال شده ولی یک چالش هم در پالوی خود باز می داشته باشه. چرا؟ پیشنهاد و دوستا و هموطنهای ما و خود ما داریم اما مشکلات که در افغانستان موجود است. خب من میخوام جناب صبور دلیلش رو برام بگین که در طول چند ماه چرا این برنامه عملی نشد. او برنامه 3 بخش داشت. مخابرات اجازه بدین او بخش 3 بخش داشت. یکیش انتقال پاسپورت از توسط پست سری به حوزه ها و نایه های مربوط بود و با ولایات بود. بله. این کاملا عملی شد که فعلا همی جریان داره. مردم تنها که پاسپورت خود در مرکز انجام مراحلش را طی میکنن پاسپورتشان در مناحیه مربوطهشان میره. من افتخار از این را دارم که در افغانستان این سیستم جاگزین کردیم. بله. دومی که سیستم ما آنلاین چرا فعال نشد، بخش دومش همی سیستم آنلاین نبود، برق نبود، اینترنت قوی یک مشکل دیگه است که باز به مردم ایجاد میشه. چرا مردم ما و شما دسترسی به برق و به چیز تکنولوژی ندارن؟ به صورت کلی 80% مردم ندارن. اما ما کوشش میکنیم که همی سیستم تنظیم بکنیم، جورش بکنیم. جناب صبور اگر اجازه بدین تورخان عزیز تماسش دوباره قطع نشه، میخوایم تماسش نداشته باشیم. من تنها منتظر ماندن پشت خط. بفرما آقا تورخان، تماست وصل شده، سوالت چیست؟ بله سلام علیکم. علیکم سلام. از سمنگان تماس گرفتی درست است؟ من نام تورخان از ولایت سمنگان زحمت میکشم. خب مشکل چی است برادر عزیزم؟ مشکل ما مشکل ندارم. ما از جایسه پاسپورت یک شخص پرکار است، یک شخص عاقل است، واقعا کار خوب میکنه. اگر تمام مسئولین ما به مصر رئیس پاسپورت برای کار بکنه ی وطن ما آباد میشه. این کسانی که شکایت میکنه خودشان چه قانون شکن است، خودشان خلاف قانون حرکت میکنه.
با شکایت نمیکنیم. نه مثلا ما از ریاست پاسپورت، ما خودم پاسپورت گرفتیم. جزیترین وقت دمیار ما پاسپورت گرفتیم. ایسا اکسل هم برمت دم خواهر من نشده. تمام مردم ما از ریاست پاسپورت خوش و خوش است. ریاست پاسپورت یک انسان پاک است. یک انسان واقعا انسان با وجدان است. ما یه از پیشش تشکر میکنم. لطف دارین. جناب تورا خان ممنون. سپاس از اینکه دیدگاهتون رو شریک ساختین. چون تماس‌های دیگه پشت خط هستن، ما نمیتونیم زیاد داشته باشیم. احمد شاهی عزیز پشت خط هستن، بفرمایین. سلام علیکم، خواهر گلم، صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. از کابل تماس گرفتین درست است؟ از کابل تماس گرفتیم، بله. احمد عزیز بفرمایید دیدگاهت و در کل مشکل و سوالت چی هست؟ می‌خوایم در این سه مورد اگر صحبت کنیم. خواهر گلم، نظر من این بود که همیشه دولت و هم جامعه بین المللی فساد اداری در افغانستان یک چالش میدانند. قبلا ریاست پاسپورت و اداره ترافیک کابل به نظر ما یکی از فاسدترین ادارات به سطح با مدرک یک واقعیت است. به سطح افغانستان یکی از فاسدترین ادارات بود. اما با گماشتن اشخاص و افراد متعهد، مسلمان، وطن‌دوست، آگاه و یک پلیس و یک اشخاص و افراد مسلکی، امروز با یکی از شفافترین، پاکترین و صادقترین ادارات افغانستان تبدیل شده. این یک بسیار ساده است. اگر دولت افغانستان بخواهد جلوی فساد اداری را بگیره، از بالا اصلاحات شروع کنه، با گماشتن مثل همشون مهمان عزیز شما که در ریاست پاسپورت واقعا یک تغییرات بسیار مثبت را اینا تانستن در کمتری وقت در ریاست پاسپورت بیارن، تمامی ملت افغانستان از اینا مشکور است. ممنون. گفتم در حالی که اداره پاسپورت و اداره ترافیک کابل یک از فاسدترین ادارات بود و امروز یک از شفافترین و پاکترین ادارات در افغانستان. سپاس گذاری میکنم از دیدگاهت. تشکر از اینکه دیدگاهت شریک ساختی. آیا سوال داری؟ جان؟ دیدگاهت قابل قدر هست، ما دیدگاهتان گرفتیم، ممنونتان و دقیق میگین. فقط ما میخوایم اگر سوال دارین هر چه زودتر مطرح کنین که دوستای دیگه پشت خط منتظر هستن. تشکر. فقط همین نظر ما بود که با گماشتن از افراد صادق و مسلمان بسیار به سادگی میشه جلوی فساد اداری در ادارات افغانستان بگیرین. لطف دارین، ممنونتان، وقتتان خوش. خب به سوالات دوستان تا اندازه پاسخ داده شد و همچنان در مورد بحث آنلاین اگر صحبتتون ادامه داره، اگر اجازه شما باشه 100% من سپاسگزاری میکنم از ملت عزیز خود، از مردم عزیز خود. وظیفه‌ای که برای ما داده شده باید امور انجام بدیم که ما در صددش هستم که باید انجام بدم. وی که تشکری میکنن، ما لیاقت همین گپ شان نداریم، ولی برشان اطمینان میدیم که ما امروز فساد مملکت تباه و برباد کرده و اما طوری که جنگ تبای ما کرد، در این چند مقطع آخر، دهه آخر، ما را فساد خراب کرد. و حالا انشالله که تعهد وجود داره که فساد از بین بره. ولی خواهش ما از مردم عزیز ما که راشی و مرتشی اردوش مستلزم مجازات هستن، بخروی هستن. به هر صورت در سیستم باز میایم که ما یک بردی را جلالت نواب رئیس جمهور در شورای امنیت ایجاد کردند که تحت نظر یکی از معاونین محترم شورای امنیت جلسات بین الوزارتی هست که فقط سر موضوع تذکره و پاسپورت ای گروپ کار میکنه و هر چهارشنبه ما در رابطه جلسه داریم. یک پروژه جدیدی است که میخواهیم که او همراه ما همکاری داشته باشه و شاید زود هم باشه که ما همراهشان یک تفاهم نامه امضا کنیم، سیستم آنلاین برشان جور بکنیم و سرعت کار دستگاه های ما را بسیار سریع بسازیم. خیلی عالی. جناب بحث الکترونیکی بودن سیستم چقدر تانسته بر خودتان نتیجه خوبه بته و نتیجه که میخواستین را بته؟ اما قبل از اینکه جواب بتین بیم که یک تماس دیگم داشته باشیم. صفی الله عزیز از کابل پشت خط هستن، برادرم بفرما هر چه زودتر سوالت که فرصت کم است. عرض سلام خدمت رئیس صاحب پاسپورت، خدمت شما و تمام همکارایتان. ممنونتان، زنده باشید. خدا کنه که روز خوشی را آغاز کرده باشین. ما این مردم عزیز ما، امی هم وطنای عزیز ما که شکایت میکنن، شخصا خودم افسر اردوستم و در قمدار، علمند و روزگان ما هر وقت هفته هفته ما وظیفه اجرا میکنیم. و ما یک چیز میگم، شما همی کامدهتانه مخفیانه همو جبه برین، مخفیانه فلم برداری کنین، ببینین که
امی مردم عزیز ما، امی هموطنای عزیز ما که چقدر مشکلات به بار میارن اونجا. اگر شما همونجا باشین ببینین و مخفیانه میر فلم برداری کنین، ببین که چقدر پلیس کتشان به تکلیف است و سرم که تکلیفات هم درست. اگر پلیس ما لط میخوره، اگر پلیس ما توهین میشه، بله. اگر پلیس ما را بینظمی در مقابل پلیس ما میکنن، ممنونشم. چون که میگن در مثال اگر در صف استاد میکنن، در صف استاد درست میشن بینظمی میکنن، مجبور است پلیس ما بگوی برادر گوشه استاد شو. اطور وقتی ما اتا وقتی دیدین که پلیس ما را چپه کردین، همون جلس کردین. مگر ما از مردم خود خواهش داریم دهیم که از این گفا بگذاریم. رئیس صاحب ما را خو میفهمین که یک شخص واقعا پاک است، شخصی که به این سیستم رساندن ریاست پاسپورت است. از شان جهان سپاس میکنیم و از بزرگای خود همی خواهش داریم. بله؟ خب تماس متاسفانه قطع شد. بازم ما به دیدگاه و نظرشان احترام داریم. ممنون از همه شما که بیننده برنامه مجله صبح هستین و پای تلویزیونتون نشستین و ما را همراهی میکنین. جناب صبوری، یک میان برنامه کوتاه میگیریم و بعد از میان برنامه برمیگردیم صحبت ها را ادامه میدیم. شما بیننده عزیز، اگر مشکل و سوال در رابطه به کار کرده ریاست پاسپورت دارین، بفرمایید تماس بگیرین. 0791-300-654-655 دو تا شماره تماس است که شما رو مستقیم وصل میکنه. در کنارش اسکایپ همچنان میتونه استفاده کنین و او هم یک پل خوبه است که شما رو مستقیما وصل میکنه. این برای دوستای عزیز یک فرصت خوبه است که بیرون از کشور زندگی میکنن، اونا میتونن با ما در تماس شون. اسکایپ تلویزیون یک یوزرش news_1tv news_1tv میتونین راحت ما را با استفاده از همین یوزر پیدا کنین و بعدش تماس بگیرن و تماس شما وصل میشه. ما میتونیم شما را داشته باشیم به گونه زنده و وصل میشین با هموطنان عزیزمون و همچنان مهمان برنامه‌مون. در کنارش لینک فیسبوکمون هست /1tv morning magazine، لینکش هست و اگر دوست ندارین از طریق لینک پیش برین، به فارسی بنویسین مجله صبح در جستجوگر فیسبوکتون ما را پیدا میکنن، پیامخانه و همچنان پستی که مرتبط به موضوع امروز هست به شروعتون هست تا اینکه کامنت و دیدگاهتون رو با ما شریک بسازین. یک میان برنامه بعد از میان برنامه برمیگردیم. در ادامه برنامه با شما هستی بیننده عزیز، بیننده برنامه مجله صبح از دورنمای یک هستن. همچنان ما را همراهی کنین تا رأس ساعت ده. مجله صبح پل خوب میان شما و نهادهای حکومتی و مقامات حکومتی هست برای حل مشکلات شما. پس تماس بگیریم و مشکلاتتان را با ما مطرح بسازین و بخصوص با مهمانی که در برنامه امروز ما داریم. جناب الحاج سید عمر صبور، رئیس اداره پاسپورت هستن و مشکل شما در اداره پاسپورت. هر چی که هست تماس بگیریم و مشکلتون را مطرح کنین تا اینکه باشه رای حل داشته باشیم. تماس پشت خط هست، بفرمایید. بله، سلام علیکم. زنده باشی آقا ولی، تماست وصل شده. فکر میکنم قطع شد تماسشون. بر صورتش دوستوارم دوباره تماس بگیرن و مشکلشون و دیدگاهشون یا هر چی که هست بالاخره داشته باشیم ایشون در برنامه. بیننده عزیز، پل‌های ارتباطی زیرنویس میشه، راحت میتونین استفاده کنین. در کنارش اسکایپ هم هست و فیسبوک هم میتونین از این دو صفحه مجازی هم ما را البته همراهی کنین و با ما همراه باشین. یوزر یا همون اسمی که شما میتونین جستجو کنین اسکایپ تلویزیونی یک news_1tv هست. تماس بگیرین و تماس شما مستقیما وصل میشه به گونه زندگی زنده ببخشین با مهمان برنامه و همینطور از طریق فیسبوک پیام خانیش و پست که مرتبط به موضوع امروز هست در خدمت شما هست. عبدالسلام عزیز پشت خط هستن، برادرم بفرما، وقتت بخیر، دیدگاه و پرسشت. بله، خب تماسشان قطع شد و نتونستیم دیدگاهشون داشته باشیم. جناب صبوری، یکی از بزرگترین چالش هایی که یا بزرگترین مشکلی که مردم در این اواخر یادآور میشن بس اشتباهات هست که در پاسپورت صورت میگیره. معمولا تاریخ تولد، سال تولد یا مثلا اسم فامیلی، نامشان اشتباه املایی میداشته باشه. آیا من میخوام از دیدگاه خودتون داشته باشم که این وضع چقدر دقیق است که افزایش پیدا کرده و در ضمن برای این عین مشکل و یعنی حل کردن همین موضوع و دقت کارمندا چه کار انجام دادن؟ چون دفعه قبل هم عین شکایت ها رو داشتیم و دوستایی هم در طریق فیسبوک پیام گذاشتن که معمولا تاریخ تولدشون اشتباه میشه. بسیار تشکر. ما از همه هموطنان عزیز خود که اگر انتقاد میکنن و یا تشویق میکنن و
محبت میکنن، اردویش ما قابل قبول و احترام برش میگذارم. انتقاد ما را میسازه. اگر ما شکایات مردم خود گوش بتیم، شاید چالش هایی که موجود باشه او حل شد. اگر ما با او گوش نتیم، فکر نکنم که ما مصدر خوب خدمت به مردم خود شویم. میایم سر سوال شما و در ضمنش سیستمی که برتان گفتم جدا سرش کار روان است و ما میخواهیم که ولایات ما هم به می شکل آنلاین تماس داشته باشند. حداقل ما اسنادشان دیگه نخواهیم از ولایات آنلاین بگیریم، که سرازی باز هم پروژه قوی است که کار میکنه و انشالله اطمینان برای مردم خود میتیم که این مشکل حل میشه. در مورد مشکلی که شما گفتین فرمودین، در این مورد باید بگویم که اول خو روز 5000 پاسپورت ما صادر میکنیم در سطح افغانستان. بله، و 5000 پاسپورت صادر کردنش گپ ساده نیست. خواهی نخواهی در هر 1000 نفر در حساب در خود سیستم ما ده 100 نفر 10 نفر و 10000 نفر 100 نفر باید دستگاه ما اشتباه داشته باشه و پاسپورت باطل شود. خوشبختانه ما داریم در 1000 در 2000 نفر روزانه 10000 نفر 10 نفر میشه و در 2000 20 نفر میشه که ما بخوایم نخوایم مشکلات خودت داره، ولی اون مشکل حل میسازیم. در ضمنش ما برای دوست ما میگم، برای همه توی عزیز خود میگم، از قوی ترین کشور بزرگ جهان برای ما ویزا صادر کردن یک روز که یک سفر داشتم رسمی، امو ویزش اسپیل نام ما اشتباه بود. پس مراجعه کردیم که اسپیل نام ما در پاسپورت ما اینی چیز است و شما در ویزه خود اینی رقم مذرت خواستن و دوباره تصحیح کردن. یعنی اشتباه صورت میگیره، ولی یه بحث دیگه هم هست جناب صبور، که اعتبار پاسپورت افغانستان زیر سوال میره. نه و همچنان مردم در بیرون از کشور با مشکل برمیخورن. عرض ما چی هست؟ یک سال پایین تر تولدشان تاریخش زده شده، یک سال بالاتر. بازم تکرار میکنیم مشکل مردم ماست، مشکل ما نیست. به این مفهوم بسیاری از هموطنهای عزیز ما هستند در پاسپورت چند مطلب بسیار مهم است که خوب است از این طریق مردم ما بشنوه. یک مطلب این بسیار مهم است که ما باید در پاسپورت اسم خود با همو چیزی که دعوتنامه برش آمده، اسناد تحصیلیش است یا تذکریش است خودش اسپیل بده. اکثر هموطنان ما در این مورد توجه نمی کنه که من نیم ساعت صبحانه برای مردم خود کسایی که با پاسپورت میان همین توضیح را میتم. آلیس، اگر اجازه بدید جناب صبور و حسین عزیز داشته باشیم، آخرین تماس و برنامه این روز هست. آقا حسین بفرمایید. سلام علیکم خدمت شما و رئیس امیر محترم. ممنونتان، زنده باشین. من میخواستم سپاسگزاری کنم از رئیس امیر محترم از مدیریت درستی که اینا دارن. یک موضوع خدمتشان برد میرسانم که ما ارتباط معلولین با مشکلات ایجاد گرفتار هستند و سرباز ها و کسانی که موضوع امنیتی را پیش میبرند، اینها معلولین اجازه نمیتند. یک موضوع اینه که ورزشکاران معلول ایجاد و پاسپورت ضرورت دارد. مدت هاستند که اینها به پاسپورت ماندند، دعوتنامه ای که از خارج آمدند اینها انتظار پاسپورت ماندند. خود مبعث معاون پارالمپیک افغانستان است، امیدوارم که رئیس تنظیم برای توجه کند. صرف این سوال زنده باشید. ممنونم، تشکر. حتما در این بورس صحبت شما نمیداشته باشیم. ادامه بدین به تشکر. گفتین چند مورد مهم هست که باید هموطنان عزیز اسمشان است، تخلصشان است، تاریخ تولد، محل تولد، وظیفه، نمبر تلفن، دو قطع عکس و امضایشان. اینمی را که خودشان توجه کنند، در لحظاتی که ما فرم برشان خانه پوری میکنه کارمندای ما، در 3 دقیقه یک فرم کارمند ما خانه پوری میکنه برشان. اگر اینا دونمو فرم متوجه شوند، هیچ نوع مشکل برشان خلق نمیشه. متاسفانه که از یک سو مردم ما سواد کافی ندارن، استعداد به ایگه پا ندارن یک تعداد، و یک تعدادی که دارن خودشان مشکل برشان نمیشه. اما یک مشکلشانی است که بعضی دوستای ما پیش از اینکه دعوتنامه‌اش بیاد می پاسپورت تنظیم میکنه، میگیره پاسپورت. زمانی که میره در سفارت مربوطه، اونجا که پاسپورت خود پیش میکنه، یا اسپیلش با این تفاوت داره، یا تاریخ تولدش تفاوت داره، یا روز مایش داره. به این اساس پیشنهاد من برای دوستای ما همی است که زمانی که میخواین پاسپورت بگیرن، خوب خود
آگاه بسازن که با کدام شرایط باید پاسپورتشان باشه. بله. دومی که ای برادر ما در قسمت ورزشکارا و معلولین و معیوبین و خودشان گفتن که در مجموع مسئول بخش پارالمپیک بله بله. من در این رابطه فکر میکنم هیچ مشکل نداره. محصلین عزیز ما در یک روز پاسپورت میگیرن. بله. مدیریتش بخش جداست. ورزشکارای عزیز ما در یک روز برشان پاسپورت میتیم. اگر 100 نفر هم باشه مدیریتش جداست. کارمندای عالی رتبه ما عین چیز هستند و مریضا و کسایی که هات مریض است حتی در شفاخانه ما میریم خدمتشان انجام میتیم که این گپه که ما میگیم دروغ نمیگیم که مردم هم میشنوه کسایی که گرفته میبینن و حتی شفاخانه های ما شاید همکاری های ما بودن. برای ورزشکارا خاص یک مدیریت تعیین شده برای بله. زمین تعداد مردم و از اداره مربوطه پس هیچ مشکل در گرفتن پاسپورت نداره. نه و اگر معلولین باشه فرصت خیلی کم هست و یا بگویم تمام هست میخوای آخرین صحبتتون رو در برنامه امروز داشته باشیم. آخرین پیشنهاد ما برای ملت عزیز ما این است که قبل از اینکه پاسپورت خود درخواستی بتن اقلا فکر کنن یک ماه یا 20 روز پیش اقدام بکنن خصوصا از ولایات. در قسمت همین چند موضوعی که پیشتر خدمتتان عرض کردم که ضرورت اساسی پاسپورت است در این مورد توجه بکنن داره. و کسانی که به مرکز اداره مرکزی پاسپورت میان اینا باید اصلا باشنده کابل باشن و از دیگه ولایات در ولایت مربوطه خود برن و اموجا انتظار پاسپورت خود. یعنی من بده ها هموطن خود دارم که اینا میگن که ما پاسپورت ما را میخواییم زود بگیریم که شو دیجا مانده نمیتونیم. بر صورت نظم یکی از رکن اساسی است و امیدوار هستم که در شکایاتی که میکنن ما را کمک کنن که بسازیم امو چالش ها را از بین ببریم. ممنونتان. سپاسگزاری میکنم از حضورتان در برنامه مجله است. تشکر از شما. سپاس از شما بیننده عزیزی که با ما همراه بودین و در کنارمون بودین. اینم برنامه پنجشنبه روز مجله صبح که پیشکش شما شد و امیدوارم مشکلات شما حل شده باشه تا شنبه روز که دوباره در خدمت شما قرار میگیریم با یکی از موضوعات دیگه و یکی از مسئولان نهادهای حکومتی که اینجا حضور پیدا میکنن. خدا نگهدارتان و در پایان فراموش نکنن اساس زندگی انسانیت.